ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه در بوداپست با ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در نشست مشترک خبری حاضر شده است. آقای اوربان در کنار ولادیمیر پوتین قرار دارد و نماینده از سوی دولت در حال صحبت و در واقع استقبال از هیئت روسی هست که همراه با آقای ویکتور همراه با آقای پوتین به پایتخت مجارستان آمده است. آقای اوربان صحبتش رو شروع میکنه با استقبال و خوش آمدگویی به پوتین. تشکر میکند از سفری که این هیئت همراه داشته است. حضور او همیشه مسرت بخش است برای ما در این کشور. در مرکز صحبت های ما بحث اقتصادی وجود داشته و ما خواهان یک روابط شفاف اقتصادی با روسیه هستیم و ما در واقع تونستیم هر ساله یک بررسی و مروری به روابط خودمون داشته باشیم. سال گذشته بود که من به مسکو رفتم و بازدیدی کردم آنجا. می توانم بگویم که تمام قراردادها و توافقهایی که سال گذشته من در مسکو با دولت روسیه داشتم حفظ شده است و پیش رفته. مجارستان یک کنسول باز کرده در یکی از مناطق روسیه و ما تمامی توافق هامون رو حفظ کرده ایم و میتونیم در خصوص بحث برای مثال واردات گاز بیشتر کار کنیم. امروز ما گفتگوهای بیشتری داشته ایم و دوره پس از 2020 رو در نظر گرفته ایم. همینطور ما در خصوص بحث توسعه تأسیسات اتمی در مجارستان رو در نظر داشته ایم. بی تردید ما باید در داخل مسائل حقوقی خودمون رو در نظر بگیریم و سپس با روسیه بیشتر در این باره گفتگو کنیم. سال آینده بی ترتیب ما میتونیم روی بحث تأسیسات اتمی پکس کار کنیم، در عمل بیاوریم آنچه که امروز دربارش صحبت میکنیم. ما میتونیم ببینیم که در غرب اروپا روندی که در خصوص سیاسی میبینیم، روند سیاسی در غرب اروپا علیه روسیه هست و ما همه تلاش خودمون رو میکنیم تا روابط خودمون رو با در واقع روسیه و اتحادیه اروپا داشته باشیم، در حالی که بر اساس تحریم هایی که اتحادیه اروپا علیه دولت روسیه وضع کرده ما هم متضرر شده ایم. ما مبلغ کلانی رو، میلیاردها یورو در واقع به دلیل از دست دادن فرصت‌های اقتصادی از دست داده ایم و ما فقط امیدواریم که به زودی بتوانیم یک همکاری مناسبی رو مجدد از سر بگیریم با روسیه و همینطور امیدوار هستم که شرایط اقتصاد جهانی بهتر شه، اگرچه فکر نمی کنم اگر ما روسیه رو نادیده بگیریم بتوانیم در این زمینه کامیاب باشیم.
همینطور ما بحث کردیم در خصوص مسائل فرهنگی از جمله تبادل دانشجو. ما در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. خانم ها و آقایان، من متقاعد هستم که یکی از مهمترین دلایل ارتباط دو کشور رئیس جمهوری پوتین هست. بر اساس توافقی که بین دو کشور شده، ما می توانیم سرمایه گذاری کنیم در روسیه در بخش های صنایع غذایی. هر شرکت مجار می تواند وارد بشود و چون این سرمایه گذاری رو بکنه. در حال حاضر شرکت های تامین آب معدنی تلاش میکنن تا در واقع وارد روسیه بشن و در این زمینه کار کنند و همکاری خودشون رو با شرکت های محلی در اونجا توسعه بدن. ما میدانیم که در گفتگوهایی که در کمیسیون اروپا وجود داره و آغاز شده، مسائلی هستش که با پرسش های زیادی روبروست، اما جغرافیای سیاسی که دربارش حرف میزنیم در واقع مسائل زیادی رو باش مواجه هست و ما با آقای پوتین صحبت میکنیم و امیدوارم ایشون دربارش حرف بزنه. ما اکنون در پی این هستیم که بار دیگر روابط خودمون رو احیا کنیم و همینطور تلاش کنیم تا روابط اتحادیه اروپا با روسیه هم بهبود پیدا کنه و این تا اینجا گفتگو و مذاکرات بسیار خوبی بوده است و موفقیت آمیز بوده است. پوتین صحبتش رو شروع میکنه. آقایان و خانم ها، پیش از هر چیز مایل هستم که تشکر کنم از نخست وزیر و همینطور تمامی همکاران مجار خودم برای اینکه تلاشی که کردن تا در واقع روابط رو سطح روابط رو در اتحادیه اروپا با ما تغییر بدن. بی تردید همانطور که آقای نخست وزیر گفتند، ما تاکید کرده ایم بر پشتیبانی و جستجو در خصوص فرصت‌های اقتصادی بین دو کشور و ما تشکر می‌کنیم از مردم و بازرگانان مجار که همواره در پی توسعه روابط اقتصادی بودند و بسیار مهم است برای ما. در خصوص مسائل سیاسی هم بین وزارت خارجه دو کشور گفتگوهای بسیاری بوده است. از سوی دیگر مسائل اقتصادی مطرح بوده و هست. همونطوری که گفتم تأکید ما روی مسائل اقتصادی هست و ما روی در واقع آمار عینی کار کرده ایم و در طی یک سال گذشته دست کم ما دیده ایم که ارتباط تجاری دو جانبه ما تقریبا دو بار متوقف شد. همینطور سرمایه گذاری تقریبا دو بار فرصت از دست رفت و این در واقع به دلیل تحریم ها بوده است. ما در پی جستجوی در واقع فرصت های مشترک هستیم برای سرمایه گذاری و اکنون با افزایش نگرانی روبرو هستیم در خصوص از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری بین دو کشور. ما روی حوزه هایی مثل حوزه انرژی داریم فکر میکنیم و صحبت میکنیم در خصوص دو در واقع بلوک تازه در تأسیسات اتمی پکس گفتگو کرده ایم که البته گفتگوهاش از زمان گذشته وجود داشته است. ما در پی این هستیم که سهم خودمون رو در تولید انرژی در مجار افزایش بدیم و سعی کنیم که دو برابر کنیم این سهم رو.
و همینطور میخواهیم تأسیسات تولید و تأمین انرژی رو در مجارستان افزایش بدیم. ما در خصوص علاوه بر مسئله تأسیسات اتمی روی حوزه نفت و گاز هم گفتگو کرده ایم. مجارستان بسیار مهم است برای ترانزیت و انتقال گاز به غرب اروپا برای روسیه، بسیار حائز اهمیت است. همینطور البته مجارستان در خصوص اکتشاف منابع انرژی در داخل روسیه و به طور مشخص در منطقه سیبری حائز اهمیت است برای ما. بیش از 5000 تن نفت در حال حاضر از طریق شرکت‌های مجار در روسیه داره استخراج میشه. همینطور مجارها در واقع در مجارها با همکاری که با شرکت‌های روس داشتند، برای مثال توانستند مدرن کنند، نوسازی کنند شبکه ریلی زیرزمینی متروی بوداپست رو. بنابراین این کشور برای ما خیلی اهمیت داره و فعالیت‌های اقتصادی ما بسیار گسترده است. ما همواره پشتیبانی کرده ایم از کشورهای منطقه تا بتوانیم که در تا سال 2020 و دوران پس از اون بتوانیم روابطمون رو بیش از پیش کنیم. در حال حاضر میبینیم که در واقع مجارستان بسیار ابراز علاقه میکنه برای مطالعه فرصت‌های تازه اقتصادی و تجاری. این برای ما مهم هست و حتی در خصوص مسئله کمک‌های انسانی هم در واقع گفتگوهای وجود داره. برای مثال احیای دوباره کلیساها در مجارستان که قرار هستش که با کمک روسیه صورت بگیره. ما به آقای نخست وزیر اطلاع دادیم در واقع نگاه خودمون رو پیش از برپایی جلسه تازه کمیسیون اروپا، نظرمون رو در خصوص مسئله شرق اوکراین و بقیه مقولات صحبت کردیم. ما باید مبارزه کنیم با تروریسم در چنین مناطق و باید تلاش کنیم که همه منطقه به زندگی عادی بازگرده. ما در حال حاضر می‌بینیم که در واقع به طور عمومی با یک مسئله مهاجرت روبرو هستیم. بنابراین باید شرایط به ثبات برسه. من می‌خواهم در پایان یک بار دیگه تشکر کنم از نخست وزیر و هیئت دولت مجارستان که در واقع در گفتگوهای بسیار مهم با ما همراه بودند و البته ما بخش دومش رو هم ادامه خواهیم داد و سعی میکنیم که یک الگوی بسیار فشرده ای رو برای پیشبرد اون در نظر بگیریم. آقای اوربان ظاهرا به پرسش‌های پاسخ خواهد داد. میکنت لاتیا استا نمزتگزی ترت اول روسورساگ و ماجارورساگ اگه تود میکنی آیا ویبن لاته ابن آتیربن والتزاشت کسنم. وضعیت ژئوپلیتیک رو چگونه میبینید؟ فضای بین المللی رو در کل کجا چطور میبینید برای همکاری کردن با روسیه؟ آقای اوربان پاسخ میدهد که بله، ما در نظر داریم شرایط سیاسی رو و همینطور نگاهمون به شرایط ژئوپلیتیک هست، ولی مطمئن هستیم که با روسیه میتونیم همزمان کار کنیم. ما میدونیم که الان غرب و اروپا مخالف روسیه است. ما آماده هستیم که به سوی
اهداف خودمون گام برداریم. برای مثال آقای رئیس جمهور اعلام کردن در خصوص وضعیت تروریسم و غیره که در منطقه وجود داره، ما می توانیم ارتباط بگیریم با مثلا گروه هایی که در مسیحیانی که در سوریه هستند. مجارستان میتواند در واقع پاسخ بده به برخی از پرسش هایی که وجود داره در منطقه، برخی از مسائلی که وجود داره و بنابراین ما همه ما احساس میکنیم که در چنین شرایطی این az kedvezőbb feltételeket teremt majd az európai orosz. این یک شرایط نوینی هست، اما همه ما در تلاش هستیم برای در واقع یک شرایط تازه هستیم. من امیدوار هستم برای سالهایی که پیش رو هست و امیدوار هستم که بتوان یک توازن ایجاد کرد بین ارتباط روسیه و مجارستان و روسیه و اتحادیه اروپا. یو ناپوت کیوانوک کوواچ اندراس فیلیو کاسوریگوتول. A tárgyalások előtt több sajtóhír volt azzal kapcsolatban, hogy az energetikai kérdések kerülnek. Qabl az in mozakerat gozarashai vujud dasht. Oroszország az északi áramlatot. Aja ke hozza, másrészt szóba került az, hogy a paksi hitelt. Motaszefane szedai khabarnagari ke sual miporsa ro ma nadarim. Kedvezőbb a nemzetközi pénzügyi környezet, mint két évvel ezelőtt. Köszönöm szépen. پرسش در خصوص ارتباط خط لوله شمال هستش. آقای اوربان میگوید ما توافقی داریم، توافق بسیار خوبی داریم با روسیه و نمیخواهیم ریسک کنیم بر سر اون و میخواهیم که kezdődjenek a munkák. اون تاسیسات اتمی که قرار هست در واقع توسعه داده بشه رو زمانی که بتونیم روش کارش رو آغاز کنیم به شما جزئیاتش رو اعلام کنیم، اما در خصوص قراردادی که بسته شده برای دریافت وام بر در راستای اهداف مجارستان بوده است. سوال دومی که شما پرسیدید در مورد انتقال گاز هست از طریق خط لوله شمال. ما همواره امیدوار هستیم که بتوانیم این خط لوله رو در واقع درش کار کنیم. A konkrét kérdése pedig az a válasz, hogy miután Szlovákiával közösen megépítettük az északi útvonalat, tehát van ma nagy kapacitású vezeték összeköttetés. Pász az inke Szlováki, amit egyébként ma nem nagyon bácsi az in projé qarar gereft. Gazdasági érdek ezt kívánja, akkor északról érkező gázszállítmányokat is tudunk fogadni ezen a vezetékrendszeren keresztül. اگر ما نیاز داشته باشیم از شمال گازی دریافت کنیم این کارو میکنیم، اما در واقع مایل به چنین کاری نیستیم. آقای پوتین پاسخ میدهد ما روی این پروژه همچنان صحبت میکنیم. То, конечно, технологическая возможность для Венгрии получать российский газ. Мы باید روی مسائل تکنیکی و امکانات اون صحبت کنیم. Это можно сделать. Это вполне реализуемый проект. انتقال گاز از طریق اسلوواکی و اتریش البته یکی از امکانات و احتمالات هست. Возможно и другие варианты. Кстати говоря, мы не ставим همینطور راه دیگه بحث политического характера в отношении شرکت ترکیه و انتقال گاز از اون طریق هست. مسئله این هستش که ما فکر نمی کنیم مسائل سیاسی بتونه اوکراین رو متوقف کند چون این پروژه‌ای. مسئله امروز ми изучаем все возможности. Одно
این هستش که در واقع امکانات اقتصادی رو در نظر بگیریم. ما در واقع 100% مطمئن هستیم که می توانیم گاز خود رو، گاز روسیه رو به بازار مجارستان وارد کنیم. در خصوص پکس، در خصوص تأسیسات اتمی هزینه هاش رو صحبت کردید. 80% این هزینه ها از طریق اعتبار روسیه تامین میشه. و شرایط توافقی که صورت گرفته باید البته تغییر کنه. اینجا در چنین مقطعی همه چیز احتمال داره که تغییر کنه. Это, конечно, повышение надежности и در حال حاضر будущее развитие کار بسیار گسترده هستش و برای اقتصاد، ثبات اقتصادی مجارستان بسیار اهمیت داره این پروژه. چنانچه شاهد این نشست خبری بودید، آقای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری فدراسیون روسیه، در بوداپست با ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، دیدار کرد و در نشست خبری عنوان کردن در خصوص گفتگوهایی که شده و بیش از هر چیز روی مسائل ارتباط تجاری و اقتصادی گفتگو شده است. با بخش خبری یورونیوز همراه باشید.